طی دو ماه گذشته شاهد تجمعات اعتراضی مقابل سفارت جمهوری اسلامی ایران در کشورهای مختلف اروپایی بودیم. اینجا در شهر استکهلم تجمعی اعتراضی مقابل سفارت جمهوری اسلامی ایران در حال برگزاری. این تجمع به فراخوان سندیکای کارگری الاو سوئد برگزار شده. سخنرانان مختلفی از صنف‌های مختلف اینجا سخنرانی کردند. صحبت‌های خودشون رو به نام مهسا آغاز کردند. اکثرا به زبان سوئدی شعار زن زندگی آزادی رو دادند. ما امروز اینجا جمع شدیم که از مردم ایران حمایت کنیم. ما گروه های کارگری از طریق سندیک های الاو جمع شدیم که مردم و کارگرای ایران رو که در بحران هستند حمایت کنیم. این تجمع کنندگان 5 خواسته اصلی دارند: 1. آزادی بی قید و شرط و فوری کلیه زندانیان کارگری و سیاسی دستگیر شده. 2. همکاری بین‌المللی برای توقف همه اعدام ها. 3. حفظ روابط دیپلماتیک با ایران در پایین ترین سطح. 4. روابط اقتصادی با ایران باید به شدت محدود شود. 5. مسجد امام علی به عنوان رژیم اسلامی بعدی در سوئد باید تعطیل شود. این یک حادثه تاریخیه که ما در ظرف این چند سال که مبارزه کردیم، الان برای اولین مرتبه جنبش کارگری سوئد، سندیکای کارگری سوئد در حمایت از مبارزات مردم ایران و انقلاب فمینیستی در ایران جلوی سفارت جمهوری اسلامی جمع شدن و این نشون دهنده اینه که مبارزه ما اوج جدیدی رو شروع کرده و این و ما اینو ادامه خواهیم داد. این دفعه در واقع بگم که دفعه سومه که سندیکای کارگری سوئد تظاهرات میکنن در حمایت از مبارزات مردم ایران و در خواستار سرنگونی این رژیم هستن. اکثر افرادی که اینجا سخنرانی کردن از طرف سندیکای کارگری الاو خواستار محدود شدن روابط سوئد با جمهوری اسلامی ایران شدن. از کشته شدن معترضین گفتن، از کودکانی که طی خیزش انقلابی 2 ماه اخیر در ایران توسط نیروهای امنیتی در ایران کشته شدن، اینجا ازشون یاد شد. و به این دلیل ها گفتن سخنرانان که باید سوئد به عنوان یک کشور دموکراتیک روابطش رو با ایران محدود یا قطع بکنه. مهران عباسیان، استکهلم.